حوالی ساعت 2:30 شب این پیرمرد را در یکی از خیابان‌های گلسار ملاقات کرد، در حالی که با چند کیسه زباله از خستگی کنار خیابان نشسته بود. گزارش تهیه کنم دارم راجع به زدنی که زباله و ضایعات جمع کنده. روزی به طور متوسط چقدر کار کنی؟ بگم خواهی کار بکنم مدرسه بوده راید روزی 200 تومن. روزی 200 تومن؟ الان گاری دارم زیاد کار کنم. آها گاری دارم بیشتر کار کنم. نیه گاری میرم گاری ایت خانی حساب کنم یه میشید باید گاری مسئله خورا خیر بده گاری ضایعات نگیر گاری بول هر جگه چهار چیزی گیره و یه بدیلی بکنه ücretlik bilir mi? Yani maşallah tarzımanca koyar kesin. Şu an baran mesela ta Bağırabad bak doğru. Ne var bu şöyle Bağırabad? Şey bu ben tabir girdi yani. Ya tabir bu tarafaya ne var bu şöyle bir mesela yiyek ne bileyim bu şey tabir. Bak sen onu çok kusi. Ama az kendi insanı şu an bu arada bir sarı bunlar girdi abi şu kadar ben yerden kovuldum. Hadi علاقه بازی خیلی بخوتم از دیشتی با خواهد کنم یک ساعت خیلی کم میشه یه وقت خواهد کنم بخوتم دیم عادت بخوتم کنم. آره من عبایه. نام این مرد علیست، چنان که از لهجهش پیداست گیلانی نیست. قبلا در تهران زباله گردی میکرد. بارها توسط پلیس دستگیر و زندانی شده. به ناچار به گیلان آمدم تا شاید کار و سرپناهی بیابم و بتوانم زندگی جدیدی را شروع کنم. اما اینجا هم بازم همان گونه شد که بود، چون برای آدمهای به ته خط رسیده‌ای مثل من هیچ امکان و فرصتی وجود نداره. امثال علی در رش زیاد هستند. همه اینها در یک نقطه مشترکن: بی خانمانی و فقر. این پیرمرد کارتون خواب میم یه نام دارد که قبلا کارگر شعبه نفت یکی از شهرهای گیلان بود. بعد از تعطیلی شرکت بدون هیچ توضیحی عذرش را خواستند و از کار بیکار شد. پس از مدتی به خاطر کسری پیشپول خانه اجاره‌ای و ناتوانی در تأمین مخارج زندگی و در نهایت فوت همسرش، فقر و درماندگی ذره ذره وجودش را تسخیر کرد و خیابان خواب شد. این تصویر حوالی ساعت 8 صبح از انبارهای جمع‌آوری زباله رش گرفته شده. گاریچی‌ها، زباله‌گردهای پیاده‌ای که شب کنار خیابان خوابیدند و حتی رفتگران شهرداری یافته‌های خود و ضایعات با ارزش را آوردند تا بفروشند. تا عصر چند تن زباله جمع‌آوری می‌شود و روزانه گردش مالی چند صد میلیونی در این خیابان رش جریان دارد. اما دستمزد عادلانه‌ای به کارتون خواب‌ها نمی‌رسد. راسته که بعضی از اون انبارایی که ضایعات می‌نده از زکان ارزان‌تر می‌نده و شیمی حق ضایعه. اکثر کسان درازو بسیار تو پولیشن نه پولیشن اتفاق دیو مرده که 48,000 تومن کم بوده و موقع جمع بندی مثلا آقا اشتباه بوده چه دوه اشتباه نکنی 50 تومن اضافه بیشتر. او همچنین میگوید برخی دوستانش در حاشیه شهرها یا حتی با مراجعه شبانه به روستاها کابل‌های برق محلات را قطع و سرقت می‌کنند. اما این گونه رفتارها تأثیر بدی بر روی نگاه جامعه نسبت به فعالیت زباله‌گردها می‌گذارد و باعث می‌شود خیلی‌ها به تمام زباله‌گردها به چشم مجرم نگاه کنند. از قدیم گفتند از هر دری که فقر وارد بشود از همان در ایمان خارج می شود. اما امروز باید گفت اعتبار و منزلت و شخصیت افراد هم با فقر و بیپولی توسط جامعه نادیده گرفته می شود و اکثرا فرد خیابان خواب یا زباله‌گرد را به چشم یک مجرم می بینند.
زمانی خبر فعالیت گرمخانه ها در مرکز استان به گوش می رسید، اما امروزه کارتون خواب ها حتی از طرف شهرداری، کمیته امداد و سایر سازمان های حمایتی هم مورد حمایت قرار نمی گیرند. داشتیم مثلا حداقل شماره شما هر کاری رو مثلا چه شرایطی شما رو فراهم بود خدمتی دیگه که همون هم عادی بود جوان گرمار هجی بود یعنی بریم یه بمب بزنیم مثلا چارچوب چاروسری بنه شما نشون میشه روی بعد یه دوشی بگیر یه جوری زای پولیشن جیب بود نگو میشه بعد ساختمان بده گرمجا بی انسانم بر حیوان بود اوی هیچ چیزی میشه بیرونم یا خوب. با توجه به آنچه در خیابان‌ها می‌بینیم و گزارش‌هایی که در آینده با آن خواهیم پرداخت، این شایبه ایجاد می‌شود که وضعیت امروز گیلان حاصل عملکرد آمدانه برخی مدیران برای ایجاد نارضایتی در میان اقشار جامعه است. چرا سازمان‌های دولتی مسئول در قبال بی‌خانمان‌ها و زباله‌گردها علی‌رغم شعارها و جلسات متعدد و حتی تخصیص اعتبار و بودجه از منابع دولتی تاکنون نتوانستند این قشر نیازمند را ساماندهی کنند؟